سلام دوستان، امیدوارم که درسای قبل رو با دقت کار کرده باشید. در این درس یکی از مهمترین، شاید حتی دوستان بشه گفت مهمترین درس رو میخوام خدمت شما عزیزان ارائه بدم. بی نهایت مهمه چون مبحث فعله. دوستان ببینید، فعل اصلا چیه؟ همون در واقع کلماتی که به معنی رفتن، آمدن، دیدن، نوشتن هستن دوستان، فعل گفته میشن و فعل در واقع قلب جمله است. ببینید یه مثال خیلی ساده میزنم که متوجه بشید اهمیت فعل چقدر زیاده. یعنی اصلا ما تا فعل رو نگیم مفهوم جمله مفهومی نداره. ببینید مثلا فرض کنید من میگم که من این خونه رو، خب و چیز دیگه ای نمیگم. خب من این خونه رو چی؟ سوال پیش میاد. این خونه رو مثلا میخرم، میفروشم، میپسندم، اجاره میکنم، اجاره میدهم، خراب میکنم، میسازم، تعمیر میکنم. ببینید تمام کلماتی که الان من گفتم در تکمیل جمله همشون فعلن، یعنی خراب کردن، تعمیر کردن، پسندیدن، خریدن، فروختن، همه اینها دوستان عزیز فعل هستند. بنابراین خیلی مهمه دوستان که ما فعلها رو بدونیم و بشناسیم دوستان. بی نهایت مهمه. وقتی فعلها رو بشناسیم دوستان، این خیلی راحت میتونیم جمله سازی کنیم و خیلی راحت میتونیم منظورمون رو برسونیم یا منظور طرف مقابلمون رو میتونیم به راحتی متوجه بشیم. خب اما دوستان در زبان عربی قالب فعل ها سه تا حرف اصلی دارن که من اینجا این سه تا حرف اصلی رو آوردم و فقط معنی کلیشون رو گفتم دوستان. اینجا فقط معنی کلیشون رو به شما عزیزان میگم، اما مهمتر از اون صرف فعله. صرف فعل چیه؟ در ادامه میگم. صرف فعل اینه که مثلا ما توی فارسی میگیم فعل رفتن صرفش چطور میشه؟ میروم، میروی، میرود، ها؟ و حالا میروی، میروید، میرود. این میشه صرف فعل. یعنی من برای اشخاص مختلف، من، تو، او، ما، شما، آنها بتونم فعل رو بگم که اینو در ادامه خدمتتون عرض کنم. فعلا فقط سه تا شخصه. در واقع سه تا حرف اصلی هر فعل رو اینجا آوردم و اصل در واقع فعل رو اینجا معرفی کردم. فقط معنی کلیش رو بدونید، صرفش میمونه برای درس‌های آینده. خب خوب دقت کنید دوستان. سوی فعل اولمون هست، از بالا سمت راست شروع میکنم. سوی به معنی انجام دادن، روح به معنی رفتن، یای یا جای. ببینید دوستان در زبان عربی عراقی در بسیاری از لهجه ها حرف ج رو به صورت ی تلفظ میکنن. مثلا جیب رو میگن ییب به این صورت دوستان، یا جا رو میگن یای به این صورت، یای آمدن. پس جای یا یای هر دو درسته. کتب نوشتن هست، کتب نوشتن. گول گفتن هست. سیح فریاد زدن یا صدا زدن هست. سیح فریاد زدن یا صدا زدن. سیر به معنی شدن هست دوستان، سیر شدن. شوف دیدن. اخذ گرفتن یا بردن، اخذ گرفتن یا بردن هست. جیب یا ییب. ببینید دوستان جیب به معنی آوردن. جیب، خب یه جیب هم داریم که خود همون جیب لباس هست، ولی جیب کاری به اون نداریم. این یه فعل هم هست دوستان به معنی آوردن. یا ییب به معنی آوردن. هچی به معنی صحبت کردن از دوستان، هچی در واقع صحبت کردن. سولف هم صحبت کردن. ببین دو، پس ما فعل مختلفی داریم دوستان، مثل تکلم، هچی، سولف، همین ها معنی صحبت کردن هستن که در ادامه خدمتتون عرض می‌کنیم. دوستان نگران نباشید، فعلا فقط اینجا متوجه فعل ها بشید و در ادامه خدمتتون اینا رو صرف می‌کنیم دوستان. فعل ود به معنی فرستادن، ود به معنی فرستادن هست دوستان. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.